Pars TV is the first Iranian 24 hours global television network. برامر بمیگیریم امیانان با آقای دکتر عباس میلانی هستیم، تاریخ نگار، منتقد و شخصیتی که صاحب چندین اثر درخشان و فوق العاده مهم. پرسشم از آقای دکتر میلانی اینی که در دوره محمد رضا شاه پهلوی دنیا که نظام مستحکم داشت، تکلیف روشن بود، خطوط کاملا مشخص بود، دنیا بر پایه قواعدی اداره میشد. امروز تمام اون قواعد در هم ریخته، خیلی از حکومت‌ها از تمام خطوط قرمز عبور کردن و خیلی از تابوها در هم شکسته. خواستم نظر شما رو شویا بشن. وقتی به سرنوشت خاورمیانه نگاه میکنیم متوجه میشیم که واقعا ایران در به هم ریختگی نظام خیلی نقش مهمی داشته. بفرمایید. من فکر میکنم در به هم ریختگی خاورمیانه، همونطوری که شما اشاره کردید، ایران نقش مهمی داشته، گاه به عمد، گاه در نتیجه صرف شیطنتاش. مثلا جنگ شوروی، حمله شوروی به افغانستان بدون شک در نتیجه انقلاب ایران بود. شوروی اینا رو بر اساس اسناد خود دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی میشه گفت. وقتی که انقلاب در ایران شد و آمریکا و انگلیس دو تا از مراکز مهم نظارت بر برنامه اتمی شوروی رو در مازندران و گیلان از دست دادن، شوروی ها بر این فرض ادامه دادن که آمریکا حتما سعی خواهد کرد یک چنین مراکزی در افغانستان ایجاد بکنه و آمریکا سعی خواهد کرد که وارد حزب کمونیست افغانستان بشه، با افغان شروع کرده با اونها مذاکره کردن و دقیقاً برای جلوگیری از نفوذ احتمالی آمریکا در افغانستان شوروی اون حمله سخیفش رو میکنه و گرفتاری که پیدا میشه و بعد از اون نتیجه میشه پیدایش طالبان، از اون نتیجه میشه پیدایش القاعده. آمریکایی ها در کمک بهش موثر بودن، انگلیس ها موثر بودن، برای اینکه فهم میکردن طالبان میره شوروی رو میگیره خوبه. یعنی این از اون نتایج غیر در واقع مستقیمه، ولی نتایج مستقیمش هم هست. ولی گمان من این است که اون تحول که در سطح جهانی داره اتفاق میفته، کاملا با حرف شما موافقم، تحول عظیمیه که داره اتفاق میفته. در اون جمهوری اسلامی نقشی نداره، در اون فقط در واقع در سوی به گمان من نادرست تاریخ وایساده، یعنی در یک سوی تاریخ وایساده که میخواد جهان رو به سوی یک دوره تاریکی بکشونه، جهان رو به سوی یک دوره استبداد بکشونه. اون تحول مهمتر، خیلی عظیمتر از پدیده جمهوری اسلامی. پدیده جمهوری اسلامی در زندگی ماها خیلی بزرگ و پررنگه، در خاورمیانه خیلی پررنگه، ولی اون تحولی که در جهان داره اتفاق میفته و در واقع همطور که گفتید مفروضات نظام بین المللی، فقط دو قطبی بودنش نیست که داره به هم میخوره و به هم خورده، یا به قول شما سه قطبی بودنش. کل مفاهیمی که نظام بین المللی رو برساخته بود، چه از قرن 19 بگیرید، نظام به قول اهل فن وستفالیا که تفاهمی شد، هر کشوری یک خصوصیاتی داشت، مرزش معین بود، حاکمیتش معین بود، یا نظام به اصطلاح بعد از جنگ جهانی دوم، هر دوی اونها الان در حال فروپاشی است. مفهوم کشور، مفهوم ملت، مفهوم حاکمیت دولت بر فضای خودش، مفهوم این که دولت ها میتونن حرکت کالا یا سرمایه یا اندیشه رو به درون مرزهای خودشون کنترل بکنن، کاملا فرو ریخته. دوران جدیدی است. نیروهای وارد عرصه شدن و فعالیت میکنن که یکیشون که نیروهایی هستن که جمهوری اسلامی هم گروه های تروریستی که جمهوری اسلامی ازشون طرفداری میکنه، ولی این نیروهای مخرب
نیروهای غیر دولتی در تمام جهان پرت و پلا هستن دیگه الان و دارن مبارزه میکنن. بعد در نتیجه این تحولات انقلاب سوم، انقلاب دیجیتال به قول خودشون، انقلاب اطلاعات، آمدن این رایانه ها، پخش شدن اطلاعات به شکل کاملا بی سابقه در تاریخ، مفهوم حاکمیت داره عوض میشه، مفهوم کنترل دولت بر حاکمیت عوض میشه. اینا آخوندها هنوز فکر میکنن که میتونن مثلا جلوی چیزو بگیرن، جلوی اطلاعاتو بگیرن. حالا رفتن دوباره استمالت دارن میکنن که از چین کمک بگیرن یه دیوار دیجیتال دور ایران بسازن. اگر دیوار دیجیتال در دو چین مؤثر بوده، این واقعا ابله ها متوجه نیستن. در چین دقیقا بر اساس آماری که غربی ها دارن، زیر 8% مردم، 8% مردم تمایل به این دارن که به اینترنت خارج از چین وصل بشن، به خاطر اینکه بخش اعظم نیازهاشون در اون داخل برآورده میشه. در ایران رقم کسانی که از انواع فیلتر شکن ها استفاده میکنن نزدیک 80%. هم ملت کنجکاوتری داریم، هم ملتی داریم که 120 سال انقلاب مشروطه کرده، هم ملتی داریم که الان در صف مقدم مبارزه آزادیش زنا هستن، ملتی داریم که سوادش بیش و کم در جوانها و الان در واقع بیشتر از هر زمانی است با سواد، کسانی که توان خوندن دارن، کسانی که توان استفاده از کامپیوتر دارن. بعد والی خراسان یا آخوندی گفتن تبلت ندید دست بچه‌ها، اینا فاسد میشن. این همون تفکر ابلهانه‌ای که زمانی که صنعت چاپ میخواست به ایران بیاد و داشت از اروپا میامد و اولین تلاش ها برای صورت گرفت در دوران شاه سلطان حسین و در دوران صفویه، همین آخونده از طبقه از گروه از تیر در واقع ریشه همین همون مجلسی ها و امثال هم که اصلا کل این مفهوم آخوندیزم اونا درست کردن، اونا گفتن نه، اگر صنعت چاپ بیاد مردم فاسد میشه، اگر صنعت چاپ بیاد قرآن رو چاپ میکنن ممکنه کاغذ پاره بشه بیفته تو خیابون اسم خدا ملبس بشه. سعی کردن جلوشو بگیرن، 100 سالی هم ایران رو عقب انداختن. الان هم اینا دارن سعی میکنن ایران رو عقب بندازن و تا به حال موفق شدن عقب بندازن. یعنی به گمان من بزرگترین ضربه‌ای که این رژیم به ایران زده این نیست که در منطقه شرارت کرده، این نیست که 10 میلیارد دلار پول ملت ایران رو داده به حزب الله، داده به گروه های افراطی در عراق، به هر کس و ناکسی پول داده برای اینکه مجیز آقای خامنه‌ای رو بگن عکسش رو تو اتاق بذارن. دیدم شیخ نصرالله با گروه فلسطین داره ملاقات میکنه، یه عکس آقای خامنه‌ای رو اونجا گذاشتن. وقتی عکس رو دیدم گفتم ملت ایران چندین 10 میلیارد دلار برای این عکس کذا پول دادن. برای این پول ها به گمان من بخش کوچکی از اون صدمه ایست که این رژیم به ایران زده. صدمه به گمان من اساسی که این رژیم به ایران زده اینه که فرصت خروج ایران از جهان سومی بودن رو که در سالهای آخر دوران شاه داشت فراهم میشد، بر اساس تمام آمار و ارقام اون زمان اگر چشمون رو نبندیم اون آمار و ارقام، و هستن کسانی که میبندن، آخوندها دائم میبندن، رادیو تلویزیونشون دائم میبندن، دروغ میگن، اون اگر نگاه بکنید بر اساس اون ایران در حالت یک جهش بود به خارج از عرصه نکبت و اقتصاد وابسته جهان سومی. یعنی امکان یک جهش داشت که الان کره کرده، امکان یک جهش داشت که تایوان کرده،
امکان یک جهش داشت که ترکیه در آستانش بود و خیلی پیشرفت کرد و آقای اردوغان ممکنه به خاطر جهالتهاش و به خاطر استبدادش از ترکیه اون امکان رو هم سقط بکنه. ایران از این سه کشور هیچی در اون زمان کم نداشت که در بعضی زمینه ها جلوتر بود، نفت و گاز هم داشت که هیچ کدوم از اینا نداره. اینا اون از ایران سقط کردن. یک اقتصادی که الان میتونست اقتصاد در سطح جهانی باشه تبدیلش کردن به اقتصادی که الان باید دست گدایی به چین و ترکیه و هندوستان و عراق و اروپایی و روسیه و هر کسی به دست گدایی به خود مردم ایران. ببینید اینا در این چند ماه اخیر چقدر مردم ایران رو، مردم زحمتکش ایران رو سرکیسه کرد. یه دورانی به عنوان بورس بازی، یه دورانی به عنوان فروش فلان، یعنی تمام سعیشون رو دارم میکنم که ملت بدبخت شریف رو سرکیسه کنن، خودشون سر کار بمونن. تو یکی از این برنامه های تلویزیون خود اینا پریروز یک برنامه 7 دقیقه از یه برنامه شنیدم، واقعا باورم نمیشه که میشه یه نفری در ایران سر کار باشه مثل امین آخوندهایی که همشون الان 2300 نفر هستن که 40 سال همشون سر کارن. حالا آقازاده هاشون هم دارن میان پر رو هم هستن، میگن ژنمون هم خوبه. یه جوانی داشت توضیح میداد، یه کارگری هم از شرکت هپکو اونجا نشسته بود، این جوان داشت توضیح میداد که این رژیم بر سر هپکو چه آورده. هپکو یکی از شرکت‌های بسیار موفق ایران بود، مثل تمام اون شرکت‌هایی که اینا مصادره کردن و همه رو گذاشتن تو بنیاد مستضعفین. 53 نفر از خانواده‌های موفق رو پولاشون رو به زور گرفتن، در مفهوم واقعی ملاخورش کردن. تقریبا تمام اون شرکت‌ها الان ورشکسته هستن. چند بار آخونده ازش پول گرفتن، وام گرفتن، دوباره به عنوان شرکت ورشکسته وام گرفتن، بعد دو قرتونه میشونن باقیه، مثل مثلا هادی غفاری استارلایت رو بهش دادن که اون زمان 600 میلیون دلار سرمایه گذاری داشته، یکی از بزرگترین شرکت های خاورمیانه بوده. تو مصاحبه می خودم گفت بله، شرکت ورشکسته رو به ما دادن، ما خیلی سعی کردیم نجاتش بدیم. هپکو دقیقا همین کار کردن، دادنش، مصادرش کردن، بعد خصوصی سازی کردن، بعد عمومی سازی کردن، بعد دوباره خصوصی سازی کردن، بعد به عنوان ورشکسته، به عنوان اینکه ما پول کارگرا نداریم وام گرفتن، اون وام ها هم خوردن. کارگران وقت 7 ماه بی حقوقن، اعتصاب هم بکنن میندازنشون زندان، 7000 نفرشون الان زندانن. گزارش عفو بین‌المللی بخونید ببینید اینها با اون زندانی ها چیکار کردن، دو قرتونی میشونم واقعیه. این بلاییست که یعنی واقعا هپکو یا نیش کرد، هر کدوم از این شرکت هایی که الان کارگرانشون در اعتصاب هم، هر کدوم از این شرکت هایی که ورشکسته هستن، ایران ناسیونال، ایران ناسیونال رو ببینید به چه روزی انداختن. من آقای خیامی که باش مصاحبه میکردم واقعا خجالت کشیدم، گریه میکرد از بلایی که اینها سر ایران ناسیونال رو بودن. نه به خاطر پولش، چند برابر اون چه که در ایران پول داشت در اینجا ثروت ساخته بود. اینهایی که اون ثروت ها رو ساختن، اینها آدم های سازنده بودن، تقریبا همشون اومدن خارج، یه ثروتی به اندازه اون چه که در ایران بود ساختن. لاجوردی ها رو نگاه بکنید، خسروشاهی ها رو نگاه بکنید، خودسوشایی ها رو گرفتن، خانواده بسیار متدین، یکی از بهترین صنعتگران ایران، باباشون هر روز صبح اذان میگفت، بچه ها رو بیدار میکرد نماز بخونن، گرفتن پدر همه شرکت ها رو در آوردن. خودسوشایی ها در خارج از ایران چندین برابر اون چه که در ایران اینا ازشون گرفتن سرمایه ساختن، برای اینکه آدم های با کفایتی بودن. اون هست که نکبت بزرگه، ولی چون این آدم ها هنوز در خارج دل به ایران دارن، بستن، هنوز میشه ایران رو نجات داد از این نکبت. اگر دست اینها کوتاه بشه و مملکت دست کاربلد و کاردان و ایران دوست بشه بیافته. آقای دکتر میلادی،
ایران رو قبل از انقلاب به عنوان تنها سرزمین بسیار شیعی دنیا میشناختن و در قیاس با کشورهای سنی، حکومتهای سنی در منطقه، مثل افسران جوان مثلا در مصر یا در لیبی یا علوی ها در سوریه مثل حافظ اسد، البکر و صدام حسین در عراق، ایران کشور مسالمت‌جو و خوشنام شناخته میشد. قصد تعرضی به دنیا نداشت، حقوق همسایگان خودش رو رعایت میکرد دنیا و بایش مناسبات خوب داشت و با ایران در حدی کشور به اصطلاح مسالمت‌جو در حال تعامل بود. اما ناگهان همه چیز بعد از انقلاب به هم ریخت. ایران به عنوان یک کشور متعرض، یک کشور مدعی دیگران، سر برابر دیگه به عنوان سر. میخوام از شما بپرسم، تشیع قبل از انقلاب، تشیع بعد از انقلاب؟ من فکر میکنم یکی از همون در واقع دگرگونی های اساسی که اتفاق افتاد همینه. تشیع قبل از انقلاب اساسا در تقریبا همه کشورهایی که جمعیت قابل ملاحظه ای از شیعیان داره، تشیعی بود که نسب به ناینی می بود. آیت الله ناینی که در زمان مشروطه، در زمانی که موج مشروطه خواهی ایران و عثمانی و جهان مسلمان رو گرفته بود، یک کتابی نوشت که سعی کرد توضیح بده که شیعیان در مقابل این موج اجتناب ناپذیر جهانی چه باید بکنن. یعنی او اون زمان اون بصیرتی رو که لازم بود داشت که یه موجی داره میاد، یه موج تاریخی است و اون موج تجدده، مدرنیته است، دموکراسی است. سعی کرد یک جریانی تعیین بکنه، یک شکلی تعیین بکنه که تشیع در اون دوام بیاره و اون حرفش این بود که دموکراسی خواهد آمد، تقسیم قوا خواهد آمد، حکومت قانون خواهد آمد و اهل تشیع باید سعی کنن از افراط ضد اسلام در این نظام ها جلوگیری بکنن و با اونها همسو بشن، با جریان دموکراسی همسو بشن، منتظر بمونن تا امام زمان بیاد حکومت اسلامی رو امام زمان درست میکنه. یه شیخ فضل الله نوری هم بود در اون زمان که اکثریت آخوندها فتوا دادن اینو اعدام بکنید که مرتجعه، که درست بود، که همدست روساست، که درست بود، و به دارش کشیدن. اون جریان در تشیع هم در اون زمان بود، هم امروز در ایران حاکم شده. با آمدن آیت الله خمینی دقیقاً اون حرکت در جهان شیعه شروع به تغییر کرد. یعنی تشیع ناینی که هم تلاش میکرد همسو و همساز با دموکراسی باشه و ادعای قدرت نداشت و میگفت باید به حاکمیت مردم احترام گذاشت، تبدیل شد به نظرات نوری، خمینی، خامنه‌ای، مصباح، که همه از یک جنسن. اساس حرفشون اینه که نه، ما منتظر امام زمان نیستیم، نمیمونیم، همین الان دولت رو میگیریم، دولت حکومت اسلامی درست میکنیم. در 1979 زورشون نرسید خلافت تشیع درست بکنن، مجبور شدن یک پدیده لایه تچسبکی درست کردن که یه ولی فقیه گذاشتن، اکثر قدرت رو دادن به اون، یه نظام انتخاباتی هم، یه مجلس هم درست کردن، یه رئیس جمهور هم درست کردن، بخشی از قدرت هم دادن به اون. الان دارن میرن در جهت اینکه حتی این تتمه ظاهری آبکی استصوابی جمهوریت هم حذف بکنن. همین پیروز میخوندم یکی از این نمایندگان جدید دوره به قول خامنه ای انقلابی مجلس گفته باید نظام پارلمانی بشه که مجلس بتونه نظارت بکنه، نخست وزیر بیارن. بیاد یکی دیگه گفته که نخست وزیرم لازم نیست، نظام پارلمانی باشه، یه نفر که کارگزار رهبری، نظرات رهبری باشه.
یعنی یک نوع خلافت ارتجاعی تاریخی که الان عملا در ایران به راه دیگه. الان آقای خامنه‌ای واقعا فکر میکنه تمام مملکت مال اونه. وقتی حداد عادل گرفتن که دزدی کرده ساختمون زوری 400 میلیاردی خودش نشسته و پسر پر روش نشسته، گفت چرا اعتراض میکنی؟ به من آقای خامنه‌ای داده. این آخوند درباری که همین چند روز پیش دوباره اسنادش در اومده که نمیدونم خونه 400 میلیاردی داره میشه، گفته کاری نداره، من همون جوری زندگی میکنم که خود آقای خمینی و آقای خامنه‌ای زندگی میکنه، به من رفیقان پول دادن، من که اهل کار نیستم. غلط کردی، اهل کار نیستی. چرا اهل کار نیستم؟ اهل سرمایه نیستم. اگه اهل سرمایه نیستی چرا تو اون خونه قدیمت زندگی نمیکنی؟ این خونه های جدید رو از کجا آوردین شما؟ تشیعی که قدرت معنویش در ایران چنان بود که در زمان آیت الله بروجردی وقتی شاه فکر اصلاحات ارضی رو مطرح کرد، آیت الله بروجردی پیام داد که اگر شما اصلاحات ارضی بکنید منم یه فتوا میدم که در زمین تصاحبی نماز باطله. شما میخواید اصلاحات تو بکنید بکن. شاه نکرد. وایساد تو آیت الله بروجردی دیگه زنده نبود. تشیعی که زمانی میگفت زمین تصاحبی درش نماز باطله، الان همه آقایون در زمینهای تصاحبی نشستن ولی در ذهن خودشون تصاحبی نیستن که مملکت مال اوناست. این بدترین نوع خلافته. تو موج جدید جهان میدونی حتی در موج اقتدارگراییش که چین رهبرشه و اینا دارن سعی میکنن با هم دست بشن، هنوز رهبر حزب کمونیست چین ادعا نمیکنه که تمام چین مال اونه، میگه مال طبقه کارگر ماست، طرف طبقه کارگر. این میگه مال منه، من نماینده خدام، هر کی هم با من حرف بزنه اون بلایی رو بر سرش میارم که دلم میخواد. این فرصت رو، یعنی فرصت در حرکت دادن ایران در یک جهت تاریخی مثبت، اینها نه تنها سقط کردن بلکه گام اول در توقفشون با این قانون اساسی لایتچسبک جلوش گرفتن، حالا میخوان یک گام تاریخی دیگه ببرن. یعنی این حکومت اسلامی که دارن صحبتش میکنن در مفهوم واقعی یک حکومت قرون وسطایی است. حالا نظام فعلی گفتم یه ترکیب لایتچسبکی از، هنوز ادعا میکنن رأی مردم هست، هنوز ادعا میکنن، گرچه در اونم به این از لحاظ تاریخی نگاه بکنید واقعا شگفت انگیزه نوع عوام فریبی و دروغ به مردم که روحانیت در ایران، روحانیت وابسته به رژیم در ایران، همش اونجوری نیستن. بعضی از روحانیون کنار کشیدن، از اول گفتن که این کار باطله. اکثریت آیات اعظام در خارج از ایران که همشون گفتن باطله، گفتن اینا نظرات شاذ غیر مربوطه. اول زورشون نرسید، اومدن اون قانون اساسی رو نوشتن. اول که اصلا فکر نمی‌کردن زورشون برسه، در پاریس قانون اساسی نوشتن که اصلا ولایت فقیه نداشت. بعد اومدن در ایران دیدن میشه، یه قانون اساسی نوشتن که توش ولایت فقیه گذاشتن. بعد دیدن نه، ممکنه کار از دستشون بره، یه دفعه رئیس جمهوری انتخاب بشه، امرش مشتبه بشه، آقای بنی‌صدر بکنه که اون باید از خمینی در ایران بیشتر قدرت داشته باشه، اونو حذفش کردن، برکنارش کردن. بعد حق انتخاب رئیس جمهور رو در واقع از مردم گرفتن. در همون حکم اول هم آقای خمینی با ظرافت، نکته که کمتر در اون زمان بهش توجه شد، گفت من با رأی مشورتی مردم شما رو، آقای بنی‌صدر رو، منصوب میکنم. این رئیس جمهور منصوب بود، منتخب نبود. هنوز ملت در شروع شوق دموکراسی بودن، به اجزای دقیق کلمات آقا توجه نداشتن. بعد یه گام جلوتر گذاشتن، نظارت استصوابی رو از رئیس جمهور به نمایندگان مجلس هم تسری دادن. بعد یه گام جلوتر گذاشتن، گفتن نه
ما نظارت استصوابی فقط در انتخاب نداریم. اگر در دوران مجلس هم کاری بکنن حق عزلشون داریم. حالا نظارت استصوابی رو تو مجلس جا انداختن. حالا دارم میگن اصلا اصل ریاست جمهور محلی از اعراب نداره. راستم به یه روایتی راست میگم. وقتی خامنه همین قدرت دستشه وجود رئیس جمهور فقط بهش خامنه این فرصت میده که در همه مسائل تصمیم گیرنده باشه، هیچ مسئولیتی هم نپذیره. ولی در قانون بعدی هم در اون حکومت اسلامی هم مسئولیت نخواهد پذیرفت، برای اینکه مفهوم مسئولیت ریشه در این واقعیت داره که مردم حقی دارن، حقی دارن که از مقام رهبریشون، حالا چه شاه چه رئیس جمهور هر کس دیگه هست، پرسجو کنن، بگن چرا این کارو کردی، حق عزلش رو داشته باشن. وقتی نه حق عزل داری، نه حق سوال داری، نه حق انتخاب داری، واقعا واضح مسئولیت هم نداری دیگه. اون جواب به یک کسی دیگه میده که با ما هم صحبت نمیکنه، فقط با خود اینا صحبت میکنه. من خیلی بعید میدونم بتونن اینها این مفهوم رو جا بندازن. تمام تلاششون در این 40 سال هم این تلاش رو کردن. وقتی آیندگان این تاریخ رو بنویسن واقعا به گمان من حیرت خواهند کرد از این جفایی که اینها به تاریخ کردن و این تقیه، یعنی دروغ گفتن مستمر سازمان یافته 40 ساله تا به حالی که به مردم ایران کردن و حاصلش قرار گرفتن ایران در اون سوی بازنده تاریخ و حاصلش سقط شدن یک فرصت تاریخی عظیم از ایران. تشکر می‌کنم. تو چه می‌دونی؟ در زمان شاه فرید وقتی مشکلی در خاورمیانه پدید می‌آمد، چای دچار پارگی می‌شد، ایران رو دعوت می‌کردن بره رفو کنه. یک جای چرت خورده بود ایران قدم پیش می‌گذاشت، جان استفاده می‌کردن. حالا در یمن، در زفاد، در ایجاد رابطه با اسرائیل که قدم خیلی مهمی بود، در دادن امکان برای فعالیت‌های دیپلماتیک در ایران اونم توسط اسرائیل، ایجاد رابطه با مصر در دوره انور سادات دفع. اما الان حکومت به اصطلاح شیعی ایران یک حکومت خصم در دنیا قلمداد میشه، در حالی که حکومت های سنی که در اون زمان حکومت های ناآرام و ماجراجو شناخته میشدن، عربستان، همه جهان عرب، امروز همه مسالمت جور شدن، همه هوادار دوستی با دنیا هستن، دنیا ارتباطات تنگاتنگی با اونها داره، متحد اسرائیل شدن. ایران و تشیعی که جمهوری اسلامی در واقع اون رو ساخت در کنار الشباب قرار گرفته، همتراز داعش شده، همتراز القاعده شناخته میشه و گروه های تندرو دیگر اسلامی، همتراز فتح مثلا در دوره یاسر عرفات، در این حد و حدود دیگه دنیا داره تشیع رو میشناسه. فکر میکنید که خب تشیع با این وضعیت و این صورت مسئله چه وضعیتی پیدا کنه؟ روزی روزگاری تشیع به عنوان مذهب صلح شناخته میشد، امروز دنیا تشیع رو در کنار طالبان داره قرار میده، در کنار داعش، در کنار الشباب و در کنار گروههایی در این سطح و در این ابعاد، حزب الله لبنان، هشت شعبی و و. خب ببینم که وقتی مذهب مهمی مثل تشیع که بالاخره نقش عمده ای در منطقه خاورمیانه داشته تا 40 سال پیش، ناگهان تغییر هویت میده و این گونه به اصطلاح مورد ارزیابی و داوری قرار میگیره، آیندهش چه خواهد بود؟ یعنی ما یه سرنوشت شبیه داعش رو نمیدونم طالبان اینها خواهیم داد در آینده، شبیه القاعده. آیا دکتر میلانی سراپا گوشه؟ تشیع همونطور که قبلا هم عرض کردم یک پدیده واحد الان نیست. تشیع مورد حمایت رژیم در ایران که حتی در خود داخل ایران هم الان پدیده به قول آخوندها شاذی شده
تو این همه پرسی اخیری که دفعه قبل هم در موردش صحبت کردیم، بالای 50% مردم ایران گفتن اصلا دین ندارن. اینها کاملا مردم رو نه تنها از تشیع زدن بلکه از دین زدن. در یه همه پرسی که چند دو سال پیش نتیجه شما میخوندم، از دانشجویان دانشگاه ها پرسیده بودن که شخصیت مورد اعتماد شما کیه، حرفه های مختلف رو گفته بودن، از استاد بگیر، آوازخون بگیر، مجری برنامه بگیرید، دانشمند بگیرید. آخوند از همه پایین تر بود، یعنی آخوندی که یک زمانی مورد اعتماد مردم بود الان تبدیل شده به یک پدیده مذمومی به گمان من. اون تشیع به نظر من شکست خورده است و الان تنها دلیلی که سر کاره به خاطر داغ و درفشه، به خاطر زوره، به خاطر پوله، به خاطر ریاکاریست، به خاطر حبس، اعدام، تهدید به اعدام نوید افکاری رو به جرم اینکه فعالیت کرده به نفع کارگرا، با شکنجه ازش اقرار گرفتن، تلویزیون نشون دادن، حالا میخوان اعدامش بکنن، فقط هم برای اینکه مردم رو بترسونن، فقط برای اینکه میدونن قیام علیه این تشیع، تشیع حاکم، تشیع ولایی، تشیع استبدادی، تشیع ریاکار، تشیعی که امثال علم الهدا و حداد عادل و مصباح و آقا مشتبه نمایندش هستند و اطلاعات سپاه مجریشه و بلایی که بر سر زندانیان بردن، شکنجه هایی که بر سر زندانیان میارن، بلایی که الان سر خانم ستوده دارن میارن. خانم ستوده در کجای دنیا شما شنیدید، چند جای دنیا شنیدید که یه وکیلی رو، وکیل صرفا یه وکیلی که در چارچوب قوانین موجود خود شما از زندانیا دفاع میکنه، ببینید چه بلایی بر سر اونو بردید، ببینید چه بلایی بر سر دیگرانی که جرأت میکنن حرف بزنن آوردن. این تشیع واضحه که به گمان من شکست عظیمی خودش و آبروی این مفهوم به گمان من و کوس رسواییش زده شده. ولی تشیعی که مثلا آقای سیستانی نمایندگی میکنه، من فکر میکنم اون تشیع حتما دوام میاره، برای اینکه یک نوع در درون خودش متوجه شده که باید از یه سری عرصه ها کنار بکشه. در خاورمیانه بدون شک الان این تشیعی که شما میگید، تشیع رژیم، در کنار داعش قرار میگیره، برای اینکه بعد خیلی از کاراش در خود ایران، کسانی که زمانی طرفداران رژیم بودن، کسانی که زمانی جزء خود رژیم بودن، میگن این رژیم داعشی شده. میدونید رژیمی که آدم میره میدوزه، از هر جای دیگه میکشه، در خارج، در داخل اعدام میکنه، در داخل این بلاهایی که در زندان ها بر سر مردم آوردن، این شکنجه هایی که کردن. رئیس قوه قضاییه مملکت در ایران الان کسی است که به دستور مستقیم خودش و 3 نفر همکیش خودش، به فتوای البته آقای خمینی، نزدیک 4000 نفر را در نزدیک 3 ماه اعدام کردن، از دم تیر گذروندن. کجا داعش در 3 ماه 4000 نفر رو، اونم زندانی ها؟ داعش 4000 نفر رو کشته در یه مدتی، ولی ادعا کرده که اینا کافر هستن، ادعا کرده که اینا کسانی که زندانی ها شما بودن، جرم داشتن. یه چنین کسی الان رئیس قوه قضایی است و ادعای این نداره که رهبر آینده ایران میخواد بشه. حالا اگر آقا مشتبه و سپاه و اینا جلوشو نگیرن، یا بقیه دیگرانی که نگرفتن هنوز رو نشده، تصور این که اینا از میخوان از این یه پدیده ماندگار معنوی مراد بکنن فکاهی شده. ولی فکاهی نیست، تراژدیه، برای اینکه این بلاها بر سر ملت ایران آمده و میاد. البته الان در خاورمیانه به نظر من نقشی که عربستان داره در یمن بازی میکنه نقش بسیار ویرانگری است و کمک میکنه به اینها که وضعیت خودشون توجیه بکنن. من کاملا فکر میکنم که وضع
نقش عربستان در یمن هم به ضرر یمنه، ده ها هزار فرد بچه در اونجا بیگناه دارن کشته میشن، هزاران نفر کشته شدن، هم به ضرر عربستانه برای اینکه یک جنگ پیروزی ناپذیر رو ادامه داره میده و با یک خشونت عجیبی، و هم به نفع ایرانه برای اینکه توجیه میکنه فعالیت های خودشون، میگه ببینید اونا هم دارن این کارا رو میکنن. ولی وقتی به خاورمیانه و مقایسه کردید با دوران شاه، پیروز دیروز مطلبی در یکی از این نشریات میخوندم که یکی از دستاوردهای مهم این توافق جدید بین امارات و اسرائیل خط لوله ایست که میخوان از امارات بکشن به اسرائیل و بندری در اسرائیل، که از اون طریق دیگه احتیاجی به کشتی ها نفتکش ها برای اینکه از کانال سوئز بگذرن نباشه. دقیقا اون خطیه که شاه کشید به همون بندر. در کتاب شاه من به این اشاره کردم که شاه اتفاقا دستور میده دو سه نفر از کسانی که معتمدشم بودم از جمله مهدی سمیعی، میگه به ما یه چنین پیشنهادی شده، ما در فکریم که این انجام میدیم، شما مطالعه کنید به من نظرتون رو بگید. مهدی سمیعی گفت که ما رفتیم مطالعه کردیم دیدیم خطر زیاد و بهای سیاسی داره و عربا حالا فرشون میدن که با اسرائیل قرارداد فلان بستید و نظرمون رو به شاه گفتیم. شاه گفت که خیلی متشکرم ولی شما اشتباه میکنید، ما باید این رو انجام بدیم، و انجام داد و برای ایران بسیار سودآور بود. و جمهوری اسلامی الان داره بعد از 40 سال هنوز داره سعی میکنه که پولایی که ادعا میکنه و دادگاه های بین المللی به نفع ایران رای دادن که ادعا میکنه اسرائیل به ایران بدهکاره دریافت بکنه. وقتی این پولا رو دریافت میکنن نمیگم این پولای سیاست هایی بوده که در دوران شاه اجرا شده، خط لوله ایست که 50 سال قبل از حتی قبل از اینکه امارات باشه شاه یه چنین خط لوله ای رو رفته و بسته و بهش اون زمان فوش هم دادن که رفته با اسرائیلیا ساخته، از اپوزیسیون چپ بگیر تا اپوزیسیون آخوندیزم بهش فوش میدادن به نادرستی. اون برای اینکه فکر نگاه استراتژیک دراز مدت برای ایران داشت، اپوزیسیون نگاه کوتاه مدت برای اینکه هر چیزی که از شاه میشه یه مستمسکی پیدا بکنن یه نیشی بهش بزنن. دوباره برای اینکه دوستانی که گاهی این برنامه ها رو گوش میدن بعد میرن تو سایت های مختلف فوش میدن که فلانی خودش اون زمان جزء مخالفین بوده، دیگه من میدونم این چیز رو شما اعتراض رو میکنید، ولی من بارها گفتم که منم در اون زمان بودم و بارها گفتم که اون ایرادها اشتباه خودتون رو انقدر خسته نکنید. من البته خیلی چیز نمیکنم ولی دوستانم میخونم به گاهی میگم که آتیش حمله دوباره زیاد شده، برای اینکه میگن حالا چرا این حرفا رو میزنه خودش در اون زمان فلان بوده. به هر حال اون زمان این کار رو میکرد، یعنی و از عالم شیعه هم اون زمان شاه غافل نبود، اینجور نبود که شاه در مسائل شیعه کاملا بیتوجه بود. هم در عراق روابط خیلی نزدیکی با آیات نظام داشت منهای آقای خمینی، هم در لبنان با رهبر کل شیعیان اون زمان موسی صدر رابطه خیلی نزدیک داشت. موسی صدر به ایران که می آمد با شاه دیدار میکرد، شاه بهش کمک میکرد، اونجا مدرسه میساختن، بیمارستان میساختن. اینجور نبود که کاملا بی ارتباط بود با شیعیان جهان، ولی تلاشش در ایجاد اون ارتباط ها، ایجاد اختشاش، ایجاد گروه تروریستی، ایجاد گروهی که گروگان بگیره نبود. باورم نمیشه این رژیم هنوز بعد از 40 سال رسما گروگان میگیره، رسما شهروندهای بیگناه دو تابعیتی رو یا خود ایرانی ها رو گروگان میگیره و جهان با او مذاکره میکنه.
باورم نمیشه اروپا هنوز به اینها برای این گروگان ها باج میده. در نهایت وقاحت از استرالیا، از انگلستان رسما قبلا تو مذاکراتشون میگن این پول به ما بدید تا اون خانم رو آزاد بکنیم، حالا اعلامیه دادن نه این دوتا با هم ربطی نداره. بعد از اینکه دولت انگلستان گفت بله ما اون پول رو بدهکاریم و بهشون خواهیم داد، برای همون خریدها به شاه فوش میدادن، حالا تمام تلاششون رو که همون پولم پس بگیرن بازم به شاه فوش بدن و بعد برای گرفتن اون پول مجبورن گروگان هم بگیرن. کدوم دولتی در جهان به غیر از شاید متحد اینا روسیه، یه کمی هم گاهی اردوغان در این جهت رفته که مخالفینش میگیره زندان میکنه، گروگان میگیره، یکی از الان زندانیان سیاسی معروف ترکیه یک کسی است که جرأت کرده مثلا با آقای اردوغان مخالفت بکنه. اینا که معنویت تشیع رو در جهان تثبیت نمیکنه یا ارتقا نمیده، فقط نشون میده که این به اصطلاح معنویت صرفا مستمسکی است برای قدرت یابی یک عده که الان 40 ساله 41 ساله بر این خانه یغمایی که ایران هست نشستن و چاپیدن. واقعا این برنامه تلویزیون خود اینها رو من فهم کنم همه تلویزیون خارج کشور بذارید نشون بدید که اینها چه کردن با یه شرکت، هر کدوم از شرکت های دیگر رو بگیرید همین بلا رو بر سر من میکته بودن، ورشکستش کردن، چاپیدن، دوباره چاپیدن، بانک رو ورشکسته کردن، بانک رو اون وقت دوباره دادن به ملت، مردم باید مالیات بدن، مردم باید زحمت بکشن، مردم باید پول نفت و گازشون بره برای اینکه این شرکت های ورشکسته که اینها ورشکسته کردن یه جوری نجات پیدا کنه تا آقازاده بعدی بیاد کنترل بگیره، او شروع کنه وام گرفتن برای نجات شرکت. این رسما تو این صحبت میگه که شرکت رو ورشکست میکنن، خودشون بعضی از کارگرها رو تحریک میکنن شما برید اعتصاب بکنید، بعد میرن به هوای این که کارگرها دارن اعتصاب میکنن چندین صد میلیارد وام میگیرن، وامو یک جا مال خور میکنن خارج میکنن میرن بورس بازی میکنن زمین میخرن، به کارگرها حقوق نمیدن. بعد سپاه، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات میاد کارگرها رو زندانی میکنه، رهبرانشون رو زندانی میکنه، شکنجه میکنن، تهدید به اعدام میکنن، اعدام میکنن 7000 نفرشون هم هنوز تو زندان. این گزارش عفو بین‌المللی در مورد بلاهایی که اینا بر زندانیان اون 7000 نفر آوردن بخونید، وقت متوجه میشیم که چرا اون معنویتی که شما میگید در تشیع وجود داشت از بین رفته. ببینید زمانی تشیع یک اعتباری داشت که آدمی مثل کوربن، هنری کوربن آدم نفهمی نبود، آدم خیلی فهمیده‌ای بود، میاد و یک 4 جلد کتاب در مورد تشیع اسلام در ایران می‌نویسه و میگه اسلام در ایران در واقع به نوعی معنویت رو به اسلام اضافه کرد، تصوف رو اضافه کرد، نصف بیشتر سیستم قانونی اسلام رو ایرانی ها براش درست کردن. کوربن هم نمیگه، ابن خلدون 700 سال پیش میگه، میگه وقتی اسلام آمد روحیه بدویت عربی بود، به قول خودش میگه این اون در واقع روحیه‌ای که وجود داشت، روحیه ها رو بر چند جور نوع مختلف، عصبیت ها به قول خودش عصبیت ها رو بر چند نوع مختلف میگه، میگه اسلام در آغاز عصبیت عرب بدوی بود، اومد به ایران، به شام، به مصر، تبدیل به یه تمدن شد. ایران نقش بسیار اساسی داره، اولین گرامر زبان عربی رو ایرانی ها می نویسن. کوربن میگه که معنویت رو آورد، عرفان رو کمک کرد، رواج داد و یه تاریخ مفصلی از این متفکرین شیعه مذهبی می نویسه که
دکون نبود براشون. اینو در آغاز که اول مبارزه با عرب بود، اصلا تشیع در ایران در آغاز مبارزه با عرب بود دیگه، همه میدونن، قربان و دیگران هم میدونن، مقدم و پور داوود و همه اینا کسانی که در مورد این دوران نوشتن میگن دیگه، تشیع در آغاز یه جریان اساسا ضد عرب بود. ولی الان آیا واقعا آدمی مثل قربان ممکنه در مورد تشیع موجود در ایران کتابی در تاییدش بنویسه؟ مگه اینکه راندخار اینا باشن، مگه اینکه مستقیم از اینا پول بگیرن، مگه اینکه بهشون میلیون ها پول بدن که مثلا در تورنتو تبلیغ جمهوری اسلامی بکنن، مراسم سینه زنی را بندازن، همین عاشورا الان در چند شهر اینا مراسم را انداختن، تکیه را انداختن، سینه زنی را انداختن. برید بخونید مصاحبه با رهبر جامعه المصطفی که در ایران برساخته خود آقای خامنه‌ای است، برای بقول خودش جنگ فرهنگی، میگه این مراسم رو ما در خارج را میندازیم، مراسم روزخونی و مناسک و سینه زنی و تکیه و فلان، برای اینکه میخواییم پرچم تشیع رو در اونجا حفظ بکنیم. پرچم تشیع با یه عده که با پول شما بیان تو تورنتو یا لندن سینه بزنن، یا تو برلن برن مکانی که شما خریدید، یا به شهر دیگه آلمان اونجا برن سینه بزنن، اون که معنویت نیست، اون راندخاریه. اون معنویتی که زمانی بود اون به گمان من کاملا زایل شده و یک به قول خودشون یه سیلی مهمی محکم اینا به خودشون زدن، الان زور دارن و پول دارن، نتیجه سیلی هنوز فقط به این شکل متجسمه که تو خیابون نمیتونن راه برن، فوش نخورن، هزار و یک نوع جوک هر روزه در روزنامه ها، در خیابون ها، در افواه عمومی در موردشون هست. حرفی که آقای خمینی در موردشون زد متوقف شده دیگه، دیگه وقتی گفت کاری نکنید که دیگه جرأت نکنیم در خیابون ها راه بریم، تاکسی سوارمون نکنند شده. به طور بیاده شرف جالبی دارن، میگه اونه که حقیقت رو نمیدونن ناآگاهن، اونایی که حقیقت رو انکار میکنن یا حقیقت رو دروغ معرفی میکنن تبهکار. مشکل آقای بیلانی هم اینه که حقیقت رو بیان میکنه. مشکل فقط همینه و لاغی و همه ما از این سپاسگزاری به خاطر روشنگری هایی که آقای دکتر میلانی داشتی در نهایت بیطرفی و صداقت و انصاف. آقای دکتر میلانی تا گفتگوی دیگر خیلی تشکر میکنم. برای من روی میگیریم همیانان عزیز و عرشمندم یکی از پرسش هایی که میخواستم روی که میدنم یادگان میکترم، ولی متاسفانه خب فرصت نبود، وقت ما تمام شد، حتی میماند برای جلسه بعد. یعنی باره بود که چرا ما ناموفق بودیم در کوتاه کردن دست کسانی که دینکار بودند و مدعی دین و مذهب. نگاه کنیم به تمام زمینه ها که ایرانی ها تلاش میکردن به شکلی خودشون را از گذشته خلاص بکنن و به سمت پیشرفت و ترقی گام، در هر قدم روی که نگاه بکنید روحانیت سد و مانع ایجاد کرد. حالا حتی آوردن کاخونه برق در ایران، فکر کنید با مخالفت روحانیت روبرو میشه. آموزش زنان، تبدیل اصلا مکتب خانه ها به مدرسه، با مخالفت روبرو میشه. بکنید چه تعداد مدرسه را آتیش زدن، چه تعداد سینما را آتیش زدن. آوردن سیستم بانکی در ایران با مخالفت روحانیت روبرو میشه، اما بعدها خودشون هم سیستم بانکی رو ایجاد میکنن، بهره و ربای 25% 30% میدن. موسیقی، حقوق زنان، در هر قدم رویی که ایرانی ها سعی کردن که به شکلی جبران مافات بکنن، خودش رو با دنیا
همراه پا به پا بکنند، روحانیت ما نیجات کرد، دیوار کشی کرده، دست به شورش زده، تحریم کرده، بر سر منابع فحاشی کرده، دشمن بوده با حکومت، حکومت رو بس کرده به نیروهای خارجی. هر زمینه کافیست نگاه بکنید به لیست فهرست، خیلی بلند بالاست و تمام امور این چقدر سینما چیست در تو ایران، چقدر سینما چیست. حالا ما چرا ناموفق بودیم در کوتاه کردن دستون ها؟ در که آتاتورک، ترک ها شانسی که داشتن این که آتاتورک در دوره روحانیت و دولتی میکنه و این سنت میمونه در سنت. مطمئن باشید که اگر امروز روز روحانیت شبیه دوران قبل از آتاتورک قدرت داشت، اردوگان نمیتونست کارش را انجام بده، تا همین حد هم ترکیه نمیتونست پیش بیاد. شانس آوردن مسلمانان ترکیه که امروز قدرت رو در تصادم کشور در دست دارن، یعنی مکلاها، شانس آوردن. محال بود ترکیه به مرحله امروز برسه که بتونه مثلا به تنهایی از یک کشور اروپایی مثل آلمان 5,500,000 نفر در سال توریست داشته باشه. چنین امکانی رو آخوند مسلمان در ترکیه میداد که شماری از اونها جز عقب افتاده ترین مفتی ها و متحجر ترین مفتی های دوران خودشون بود. میخوام بگم حتی اردوغان هم شانس بود، این خودش یک متأثر مذهبی است. یا امروز روز محمد بن سلمان موفق میشه دست روحانیت و مفتی های عربستان رو کوتاه بکنه. مدت ها صدای از اونها دیگه نمیشنوی. حزب بس در عراق موفق شد روحانیت رو وارد زیر مجموعه حکومت بکنه. این روحانیت بود که به دستور و به سفارش حکومت میره بر سر منبر، خودش به تنهایی صاحب قدرتی نبود. یا حزب بحث سوریه در دوره همین پدر بشار اسد، تقریبا روحانیت کاری نبود، اگرم بود چش به دستورات و بخشنامه های دولت داشت، دولت مرکزی، دولت مقتدر مرکزی. یا حبیب بورقیبه در تونس که موفق شد که تونس رو به سمت سکولاریسم پیش ببره، دست روحانیت رو کوتاه بکنه. در الجزایر همینطور، در مراکش تکلیف روشن سنت این بود که قدرت روحانیت در واقع حلول پیدا بکنه در یک شخص اسمش سلطان. پادشاه هم نماینده قدرت بود، قدرت مادی، هم نماینده قدرت معنوی یعنی روحانیت. هر دو رو پادشاه داشت، خیال حکومت از این بابت راحت. ما چرا موفق نبودیم در کوتاه کردن دست کسانی که عملا مانع ایجاد میکردن یا سد ایجاد میکردن در برابر هر نوع پیشرفتی؟ اگر انقلابی هم در ایران صورت گرفت، به سبب پیشرفت های بزرگی بود که ایران بهش نائل شد. ناگهان از هر طرف دیدیم که تحریکات شروع شد، تا اونجایی که ما شاهد یک دگرگونی عظیم و متوقف شدن همه برنامه هایی بود که ما نمیتونست از این بنبست تاریخی بیرون بیاره، ما رو تبدیل بکنه که از کشورهای مهم و عمده دنیای امروز. حالا سالم از دکتر میلانی بعد از این همه مطالعاتی که کردم همین بود که چرا ما موفق نبودیم، دلیلش چی بود؟ و میدونیم که شاه طرفدار سکولاریسم بود، فرد زیادی ها موفق شد در بسیاری از نهادهای دولتی این کار رو بکنه، اما در جمع و در جامعه متاسفانه آخوند کماکان، چه در شهر چه در روستا، فرقی نمی کنه، هیچ قدرت فائق به شما نمی کنه. یعنی هیچ کس نمی تونه کار بکنه، یک قدرت شما یک فرزش ها برای این بودن میانانم. و بس جالبی بود دکتر عباس میلانی عزیز، خیلی هم اسباب تأثیری که ایران ما به چنین سرنوشتی، ولی من مطمئنم که داریم به مراحل پایانی میرسیم،
یعنی مراحل همین که جمهوری اسلامی کماکان ناچار از شخصیت های 90-92 ساله 94 ساله پیرمرد های فرتود اجساد بویناجی که به نه به کار خودشون نه به کار خانوادهشون نه به کار ملت خودشون همیشه توفیلی بودن ناچار بهره‌گیری بکنه، کماکان همون آدم هایی که 40 سال پیش بر سر کار بودن هنوز هم در سطح رهبری و مدیریت جا به جا میشن، نشانه چی؟ نشانه این که رای برای خروجی که وجود نداره. شما توی بنبستید، توی قفس داری زندگی میکنید، امکان تنفس از شما گرفتن، امکان تنفس. شما فاقد عواملی هستید یا نیروهایی که بتونن به شما کمک بکنن، قدرت شما احیا بکنن. ندارید چه نیروهایی، نه دیگه اعتمادش وجود داره، نه دیگه پولش در میانه، نه امکانات و عوامل گذشته دیگه در میان. هیچ کدام از عوامل گذشته امروز در دسترس حکومت نیست. یا خب خیلی فهمید، خیلی بدیهیست که حکومت راه زوال رو، راه زوال تدریجی رو پیش گرفته و به نظرم هیچ روزنه ای در انتهای این تونل دیده نمیشه، چون حکومت وارد یک تونل سیاه شده و تصورم نمی کنم دیگه بتونه از این بنبست خارج بشه، اکسی و راه خروج وجود نداره. خیلی سپاسگزارم از اینکه ما رو در برنامه امروز همراهی کردید. برنامه از منزل اجرا شد. دورکاری، هوا در منطقه ما خیلی گرم بود توی سه روز اخیر، اما امروز هوا اندکی آرام و ملایم شده، اندکی مهربان شده. تا دیداری.